پسرم. چی شده ناگهانی اومدی؟ تو نیمو رو کار داشتم. غافلگیرم کردی؟ حالت خوبه؟ آره خوبم. مردم فرانه چی؟ مثل همیشه خوبه. راستی بابای ستا مرد، میدونی که؟ آره شنیدم. بابا چی کار میکنه؟ ها بابا این روزا زغال تولید میکنه. گفتی زغال؟ کانجیری که میشناسی، داداش چینتاره میگن. آره کانجی. کانجی تو مزرعه محصولات ارگانیک کار میکنه، کود درست میکنه، زغال درست میکنه. آراسی کانجی قراره چند وقت دیگه ازدواج کنه با همون دختری که رفته بود خواستگارش، یادته؟ راست میگی؟ کار بالاخره تلسم ازدواج نکردن اونم داره شکسته میشه، داره میره قاطی مرغا. داداشم هنوزم تو شهرداری کار میکنه؟ آره دیگه حرفه ای شده. نامزد داداشم چطوره؟ اسمشو یادم نیست. شوجان. رابطشون خوبه. شوجان بهش گفته بیا مامان بابامو ببین، جونم هول شده فرار کرده. خودت چی؟ من چی؟ تو هنوزم با داداشم همخونه ای؟ آره هنوز. اقدامی نکردی؟ برای چی؟ ازدواج؟ نه بابا جون، همیشه تنها. اوتارو تو میخوای همیشه اینجا بمونی؟ دیگه نمیخوای برگردی فرانو؟ از سرزمین شمالی هم کادوی ازدواجتون از طرف من. مریضات فعلا میسوریمش اینجا تا یه جا پیدا کنیم براش. یواش وایسا برای چای بیارم. باشه باشه.
چی کار میکنی دیوونه؟ خواب بوندم. امروز کاری نداری؟ شیفت صبح بودم. ببین پسر، تا کی میخوای خونه داداشت بمونی؟ اینا تازه عروس دامادن و نفهم. قرار بود من زودتر ازدواج کنم نه داداشم. الان وقت این حرف هاست؟ من که راضی نیستم، اصلا راضی نیستم. جون بله. بایی آوردم. ممنونم. دیگه داداشم هم منو نمیخواد، دیگه امیدی به زندگی نیست. بعد یه دفعه آقای سوتا پیدا شد. از کجا پیدا شد؟ خیلی باحال بود، پرورش گاو زده. جدیدن نرفتم، اما دفعه آخری که اونجا بودم مزرعش 78 هکتار بود. با این همه زمین میخواد چیکار کنه؟ آدم پرکاری آقای سوتا. امسال به نظر محصول زیاد داریم. ما اینجا 12 تا گلخونه داریم. الان مزرعت وسعتش چقدره؟ 30 هکتار. زمین زراعی زیاده. رفتم زیر قرض. خیلی سختمه. زمینای بدون آفتکش تو بیشتر میکنی؟ آره. بابات هم خیلی کمکم کرد. اما سوتا همش دعوام میکنه. میگه کشاورزی ارگانیک اتلاف وقته. یه لحظه بیا. اینا رو ببینی؟ اینا فکر بابات بود. مستقیم تو مزرعه زغال درست میکنی. زغالا زیر زمینه. اینجوری زمین خیلی پربارتر میشه. به لطف کارایی که بابا تو این 3 سال برام کرده، این قسمت از زمینه کاملا بدون آفت شده. تو مدتی که من توی کار شهرداری رفتم، بابام هم اومده اینجا و به کشاورزا کمک کرده. وایسا کمکت کنم. اومدم شهرمنده. سوتا فضولات گاوداری و اضافه های چوب کارخونه چوب بری و به همراهش میوه های خراب مزرعه رو با هم قاطی میکنه و آروم آروم کمپوست درست میکنه. علاوه بر اینا بابا از امسال داره زغال هم وسط کارش درست میکنه. منظورم از زغال، زغال برگ مرغوب نیست. زغال برگ با برگای اضافه و دور ریختنی که فقط به درد تقویت زمین میخوره. برای درست کردنش بابا روش های مختلف زغال برگ رو امتحان میکنه و خیلی وقتا هم موفق نمیشه. باز هم نشد. دفعه قبلی خیلی خوب شده بود. کانچی هم خیلی خوشحال شده بود. خوشحال کردن دل بقیه مردم و با ثروت دنیا عوض نمی کنم پسرم، خیلی با ارزش. همه خیلی با ارزش. منم دقیقا به همین نتیجه رسیدم. الان که خودم سخت کار میکنم همچین حسی دارم. تو 3 سالی که تو کار آشغال جمع کردن هستم، هر دفعه باید چند بار خودم رو بشورم و همه چیزو تحمل کنم. چند دفعه نزدیک بود گریم بگیره و استعفا بدم، اما چیزی که نذاشت استعفا بدم و به هم قوت قلب میداد، تشکرهای گاه و بیگاه و لبای خندون مردم شهر بود. آدمایی که با منی که تو این شغل بودم با احترام و محبت برخورد میکردن و به خاطر کار من خوشحال میشدن، به هم قوت قلب میدادن. میری چیکار کنی؟ یعنی چی کار کنم؟ میری برای خواستگاری؟ چرت و پرت نگو، مگه میشه بی مقدمه رفت؟ پس میری چی کار؟ خب میرم که با مامان باباش یه حال و احوالی بکنم. حال و احوال؟ حال و احوال. راستی تو این مواقع چطوری حال و احوال میکنم؟ برو این کارو بکن. نه خیلی خوشبختم. باشه؟ خیلی خوشبخت. نه خب بعدش چی؟ بعدش؟ من اسمم جون کوریتاست. آدم مشکوکی هم نیستم. یه لحظه وایسا، من شبیه خلافکارا هم؟ خب به آدمش بستگی داره. حالا میخوای چی بپوشی؟ مگه فرقی داره چی بپوشم؟ با این لباس که نمیتونی بری.
باید کت شلوار و پیرن سفید بپوشی. کت و شلوار؟ کت و شلوار هم کجا بود؟ من دارم، بهت قرض میدم، مال ارتشه. مگه چه عیبی داره؟ اینا که نمیشه پوشید، خیلی رنگش بده. باید حداقل یه چیز رسمی و ساده باشه. چنده؟ میریم آسامیتو میخریم، 2000 ین بیشتر نمیشه. 2000 ین. آسامیتسو جایی که لباسه از مد افتاده و ارزون میشه پیدا کرد، لباسه که انقدر از اومدنشون گذشته که قیمتشون افت کرده. خوبه؟ بدک نیست. تصور اشتباه نمی کنم؟ فکرشم نکن. برای یاکوزا جمال تصور مردم کیلی چنده؟ شنبه موعود رسید. صبح زود زدم بیرون، چون اولین کراواتی بود که میزدم همش فکر میکردم یکی داره خفم میکنه. شوام برای اینکه خونه باشه دیروز خودش رو رسونده. آدرس خونه شو که تو نقشه نشونم داده بود جایی اطراف کامیسو نگاوا. خوش اومدی. حالت خوبه؟ بیا تو. ممنون. بشین اونجا. باشه. یه لحظه وایسا. این قابل تو نداره. ممنون. جون، کورایی تو هستن. از ملاقاتتون خوشبختم. من جون کورایی تو هستم. راحت باش. جون کوریتا هستم. آدم مشکوکی نیستم و نیتم خیره. بفرمایی. با اجازه.
اتفاقای بعدش رو درست یادم نیست. حس می کردم تو حالت خلسه فرو رفتم و هیچی نفهمیدم. خیلی ببخشین. معذرت می خوام. شما تو کار جمع‌آوری زباله هستین؟ بله. یعنی کارمند شهرداری هستین؟ نه، راستش قراردادی هستم. بابات کشاورزه؟ بله بله. زمینش؟ بله. چند هکتاره؟ خب راستش نمیدونم. آخه زمینمون خب بابام توش کمپوست درست میکنن. نمیفهمیدم ساعت چنده و کجا. به هیچی نمیتونستم فکر کنم. تو این حالت خلسه عقربا آروم حرکت میکردن. فقط وقتی داشتم میرفتم همه مهربون بودن. تو این حالت خلسه عقربا آروم حرکت میکردن. بدرقص میکنم. فقط یه لحظه وایسا. میگم وایسا وایسا. آخه چرا همچین کاری کردم؟ خودم هم نمیدونستم بدنم داره چی کار میکنه. نمیدونم به خاطر اینکه کارم رو بکنم بود یا به خاطر این بود که اونجا خونه شو بود. از دستم در رفت. اینجوری شد. منم تو یه جایی برسونم. اونجا نگرد. ببین اشکالی نداره بخونم. این دو ساعت رو برعکس قبلش خوب یادمه. حواسم سر جاش بود اما همش فکر میکردم این دو ساعت دارم خوابای عجیب میبینم. با اینکه ما رو دعوت کرده بود بابای شو یک کلمه با من و شو حرف نمیزد. فقط پشت سرم آواز میخوند. آهنگ هایی که ما پیشنهاد میدادیم نمیخوند. فقط آهنگ های سنتی و آهنگ های عجیب غریب میخوند. تو این زمان کم 20 آهنگ رو خیلی ترسناک خوند. بعد فقط گفت فعلا و قیبش زد. بعد رفتیم معدن زغالی که بابای شو قبلا توش کار میکرد.
بابام عجیبه نه؟ از قدیم همیشه همین جوری بود. فکر کنم حدود 40 سال مدن چی بود، بعد اینجا خراب شد. مرام از اینجا انداختن بیرون. با اینکه انداختنمون بیرون، بابا هیچی بهشون نگفت. اهل خونتون از من چی میگن؟ چیزای خوب؟ من که چیزی یادم نیست. خوب بودی. چطور بود؟ کوفت و چطور بود؟ نابود شدم. چطور مگه؟ آخه یه ایل خواهر برادر و فامیل داشت، همشون هم داشتن بیسبال میدیدن، یک کلمه درست و حسابی با هم حرف نزدن، فقط مثل جغد نگام میکردن. عجب وضعیتی. آره بابا. موافقت میکنن؟ 100 سال سیاه. اما باباش موجود عجیبی بود، برگشتنی دعوتمون کرد، برامون خوند. پس ممکنه موافقت کنن. دعوتمون کرد اما یک کلمه با هم حرف نزد، فقط خوند. تو کار جمع‌آوری زباله تابستونا بیشترین سختی کارو میکشیم. آشغالا زود بو میگیره و آبشون در میاد. تو کار ما نایلونای پاره و آشغالای ریخته شده جهنمه. اما کشاورزی از کار ما هم سخت‌تر بود. بدون برق باید از محصول مراقبت کنی. کشاورزا هر روز این معجزه را نشون میدادن. اونا شبا تا دیر وقت باید کار میکردن. شو تا یه مدت بهم زنگ نزد. یه دفعه به آپارتمانش زنگ زدم، اما انگار هنوز بر نگشته بود فرانو. نمیدونم بعد از رفتنم افراد خانواده شو چی گفتن یا باش حرف زدن یا نه، فقط فکرهای بد به ذهنم میرسید. نمیدونستم خانواده شو درباره این که من کارم جمع‌آوری زباله از چی فکر میکنن. اما توی شغلم تیکه تیکه های شادی که مردم تو دلشون داشتن و حس میکردم و خوشحال بودم، همین بهم قدرت میداد. برای همین اگه خانواده شو با شغلم مسئله داشته باشن، با خودم میگفتم عیبی نداره. یوکی جان، یوکی جان چی شده؟ دایسکه کو؟ تنها اومدم. خیلی جا خوردم. آخه خبر نداده بودی که میای. ببخشید. اینی نداره، من که خیلی خوشحال شدم اومدی داداش.
بله. میشه امشب اینجا بمونم؟ هر دفعه که لازم نیست بگی. من این پایین میخوابم، تو هم برو تو اتاق بالا بخواب. ممنونم. دارم بالکن درست میکنم واسه اینجا. میای امشب شاممونو تو بالکن بخوریم؟ قول میدم خیلی بچسبه. ستاره ها رو میشه قشنگ دید. حموم خونمون رفتی؟ آبش سود گرم میشه. داداش. بله. من دیگه تنها شدم. یوکی جان، یه سوالی بکنم. منظور چیه که گفتی تنها شدی؟ جدا شدم رسما. دایسو که چی؟ پسرم مادر بزرگشو بیشتر دوست داشت، نمیخواست از عمه ها و مادر بزرگش جدا بشه. پس تصمیم گرفت پیش باباش بمونه. خیلی جا خوردم. اینو که شنیدم سوار هواپیما شدم و اومدم اینجا. هی گورو زنگ گرفته. کی گفته گورو زنگ گرفته؟ موثقه، یکی از همسایه هاش گفت. دروغ نمیگو. شاید شو اومده بوده خونشون. نه بابا، سنش بالاتر بوده. همسایه‌هاش گفتن همسن خودش بوده. اینجا چقدر پشه داره. میبینی؟ اونهاش شوجان که نیست. یوکی جان؟ یوکی جانه؟ یوکی جانه؟ چرا نگفتی میای؟ خیلی نامردی گورو. خوش اومده یوکی. پس اومدی اینجا؟ تنهایی؟ بچت کجاست؟ بله شو هستم. الان کجایی؟ فرانو الان رسیدم. فردا میتونی بیای ببینمت؟ این اولین تماسی بود که شو بعد از اون ماجرا با هم میگرفت. خیلی طولش دادی. ببخشید. خونتون خبری بود؟ ببخشید که وقتی اومدی خونمون اونجوری شد. خانوادت چیزی بهت گفتن؟ چیزی درباره شغلم نپرسیدن؟ انگار یه چیزایی گفتن.
بگو، راحت باش. میدونم شاید ناراحت بشم، اما بگو. چیزی نپرسیدم؟ داداش دینا چیزی نپرسیدم؟ اشتباه میکنی. به هم گفت برگردم کامیسون آکاوا. داداشم گفت برم تو مغازش کار کنم. داداشم سوپرمارکت داره تو همون کامیسون آکاوا. برای یه مدتی گفت برم اونجا. میخوای بری؟ دلت میخواد بری؟ معلومه که نمیتونم برم. باید بری دیگه. تصمیم تو گرفتی نه؟ وقتی اینجوری میگی ممکنی گریم بگیره. آخه من خیلی جلوش مقاومت کردم. بابا چیزی نگفت؟ بابا تو این مواقع حرف نمیزنه. چی شد داداشت یه دفعه این حرف رو پیش کشید؟ معنیش اینه که با من ازدواج نکنی؟ گفت اگه واقعا هم دیگر رو دوست داشته باشین علاقتون تغییر نمی کنه. خواهش میکنم فقط یکم بهم وقت بده. نمیگم اصلا هم دیگر رو توی این مدت نبینیم. فاصله فرانو تا کامیسون آکاوا یه ساعته. یه مدت یعنی چقدر؟ 6 ماه؟ یه سال؟ یا شاید هم بیشتر. جون سه سال؟ بیشتر؟ فکر میکنی نتونی صبر کنی؟ فکر میکنی اگه طول بکشه؟ جون ممکنه دیگه با هم ازدواج نکنی؟ پس خودت چی؟ مطمئن نمیتونی؟ مطمئنم. منتظرت میمونم. فقط میخوای. جون فکر کنم دارن ما رو امتحان میکنن. حتی اگه سخت باشه. آره برای همین میخوام بهشون ثابت کنم
ثابت کنم احساسم به این چیزا. فقط با یه مدت دور شدن از هم به این راحتی و عوض نمیشه. تو عوض میشی؟ فکر میکنی عوض میشی؟ تاکیساتو مکانو کامیاشیبتسو هیرانیشی موجیری تاچینای کامیسو نگاوا، منظره شهرهایی که از فورانو تا کامیسو نگاوا ادامه داشت جلوی چشمام رژه می رفت. با خودم می گفتم برای دیدن شو این مسیر رو باید برم. هر روز از صبح باید زباله رو جمع کنم زیر بارون و برف. بعد خسته و کوفته، با این بدن هنوز انرژی دارم، میتونم انرژیمو جمع کنم که برم دیدنش. من بهت علاقه دارم، واقعا دلم میخواد ازدواج کنیم، اما الان اگه از فرانو بری و تو یه دنیای دیگه زندگی کنی، وقتی تو اونجایی و من اینجا، بدون این که بفهمی رابطمون عوض میشه. ری جانم همین جوری شد. عمه یوکیکو، جان عمه یوکیکو تصمیم گرفته اینجا زندگی کنه. واقعا؟ شانس آوردم کارم پیدا کردم. جدا؟ آره. چه کاری؟ همون جایی که مامانت قبل از اینکه ازدواج کنه کار میکرد. اسمش چی بود؟ اسمش چی؟ سازندگان. آها آره آره همونجا. تو مغازه شمع فروشی اونجا کار میکنه. آها اونجا. آپارتمانم پیدا کرده تو محله ماتسو. راستی عمه، مبلمان و اینا رو بسپار به من. تلویزیون، یخچال، فریزر، وسایل برقی، میز و اینا. تو پیدا کردن این چیزا نابغه ام. من که از این پولا ندارم. پول لازم نیست، همشو مفتی برات جور میکنم، کار نداره که. راستی چیزه، دایسوکی هم باهاته درسته؟ دایسوکی توکیو پیش باباشه. فرداش رفتم تو اسباب کشی عمه یوکیکو کمکش کردم. جون میشه خواهشی ازت بکنم؟ چی شده؟ میخوام زنگ بزنم دایسو که ممکنه عمه هاش بردارن. با اینکه شمارمو بهش دادم خودش اصلا به هم زنگ نمیزنه. شمارش؟ شمارش رو ذخیره کردم. دو تا صفر بگیر خودش میگیره. ببخشین با دایسوکی کار داشتم. ساعت چند برمیگرده؟ بله، پس دوباره زنگ میزنم.
گفت نیست. متاسفم عمه جون. نبود. تو قسمت زباله‌های آپارتمانی مثل همیشه یک کوه وسایل برقی بود. وسایل برقی تو این 3 سال خیلی بهتر شده. از 3 سال پیش طرح وسایل برقی کم مصرفم شروع شده بود و مردم خیلی چیزا رو دور می‌ریختن. تازه اگه یکم تعمیر بشم قابل استفاده است. به خاطر این دور ننداخته بودنشون که دیگه کار نمی‌کردن. نمیدونم چرا، اما تو اون لحظات فقط بابای شو میومد جلوی چشمام. فکر کنم 40 سالی معدنچی بود. معدن که خراب شد، ما رو از اینجا انداختن بیرون. با اینکه انداختنش بیرون، بابام هیچی بهشون نگفت. وقتی از زمونه عقب میفتی میندازنت دور. Thank you.